در حالی که در کنگره جهانی تلفن همراه در بارسلون یکی از مهمترین رویدادهای دنیای تکنولوژی، دو شرکت سامسونگ و اپل برترین تولید کنندگان تلفن‌های همراه نوآوری و محصول جدیدی به نمایش نگذاشتند، راه برای ارزندام شرکت‌های دیگر باز شده است. شرکت چینی هواوی از جمله این کمپانی است. شرکت نوکیا نیز از نسل جدید تلفن‌های همراه 3310 خود پرده برداشت. مدیر شرکت HMD درباره مدل‌های 3310 می‌گوید: این نسخه جدید تلفن‌های همراهی است که در تاریخ بیشترین فروش را به خود اختصاص دادند. تکنولوژی کنترل از راه دور خانه و آپارتمان با استفاده از تلفن‌های همراه و اپلیکیشن‌های مربوط به آن در این کنگره به نمایش گذاشته شده است. اشتفان هس از شرکت بوش می‌گوید: زمانی که در اتومبیل هستیم می‌توانیم خانه خود را کنترل کنیم. با عنوان مثال یک پنجره باز مانده و احتمال طوفان شدید وجود دارد. با استفاده از تکنولوژی خانه هوشمند در جریان باز بودن پنجره قرار می گیریم. بنابراین از راه دور می توانیم آن پنجره را ببندیم. شعار کنگره بارسلون بسیار روشن است. همه اشیا به اینترنت متصل هستند. در سال 2020 تعداد دستگاهی که به اینترنت متصل خواهند بود به رقم 500 میلیارد میرسد. اشیاء هوشمند و متصل به اینترنت تنها شامل خودروها نمی شود، بلکه بخش های مسکن، صنعت و بهداشت نیز این قابلیت را خواهند داشت.